17 ما از خدا می خواهیم و به غایت استقبال می کنیم که عراق کشور قانون و دموکراسی و دارای حاکمیت بالاستقلال و به قول خودشان دارای سیادت ذات و سیاده باشد. اما اگر رژیم آخوندی بخواهد این سیادت را سرقت کند و خط خودش را پیش ببرد و قوانین بین المللی را زیر پا بگذارد، یعنی همان چیزهایی را نقض کند که جامعه بین المللی و دولت آمریکا و کاخ سفید و سفارت آمریکا و پارلمان اروپا و اکثریت پارلمانهای کشورهای اروپایی آن را در مورد حقوق ساکنان اشرف مورد تأکید قرار داده اند، آن وقت تا پای جان می ایستیم. ساکنان اشرف همچنان در صفوف تظاهرات که شکل داده بودن شعار می‌دادند، اما همچنان کسی خبر نداشت که تا ساعتی بعد چه حوادثی در شرف اتفاق است. وقتی ما اونها رو دیدیم با این ماشینا و با زیرهی و با لودر دارن میان، در لحظه با خودم گفتم که مثل دو ماه قبل اینا میمدن یک یعنی معاشاتی انجام میدادن، یه فیلم برداری میکردن که ببرن بدن به خامنه یه پولشون رو بگیرن، این سری میخوان همین مانور رو بدن. کلن با وضعیتی که عراق تو اون موقعیت داشت، یعنی مسئله انتخابات در پیش بود، حدس میزدیم که مالکی بخواد قیمت انتخاب شدن خودش رو از جیب مجاهدین در واقع بپردازه، یعنی با حمله‌ای که به مجاهدین میکنه رژیم بیاره پشت خودش و توطئه‌هایی که تو این رابطه به کار میگیره بتونه از رژیم استفاده کنه برای انتخاب شدن خودش. این یکی از دو در ورودی ضلع غربیه. تو اشرف بهش در خبرنگاری میگن. علتش اینه که تو گذشته که خبرنگارا به اشرف میومدن از این در وارد اشرف میشدن. البته الان موضوعیتی نداره چون دولت عراق اشرف رو محاصره کرده و از ورود خبرنگارا به اشرف جلوگیری میکنه. اما تو اشرف به این در کماکان در خبرنگاری میگن. در ساعت 3:30 بعد از ظهر این قفل توسط نیروهای پلیس عراقی باز شد. فیلم اون توسط سیمای آزادی پخش شد و بلا فاصله در برابر چشم میلیون ها نفر روی صفحه تلویزیون رفت. از اینجا حماسه آغاز شد.